تیرباران کردن 12 عضو جبهه مقاومت ملی توسط طالبان در بدخشان. سلام، وقت خوش داشته باشین. با کانال ادلا رسانی ما خوش آمدین. روزنامه اطلاعات روز می نویسد: منابع در بدخشان، طالبان 12 عضو جبهه مقاومت ملی را پس از بازداشت تیرباران کردند. منابع محلی در بدخشان می گویند که طالبان در ولسوالی راغستان این ولایت 12 عضو جبهه مقاومت را پس از بازداشت تیرباران کردند. طبق ادعای منابع، در میان این افراد یک کودک 14 ساله نیز شامل است. با گفته منابع، این 12 نفر پنج شنبه هفته گذشته 5 عقرب تیرباران شدند. یک منبع در گفتگو با روزنامه اطلاعات روز تصدیق کرد که یک گروه 10 نفری از اعضای جبهه مقاومت در ساحه ولسوالی خواخان پس از کشته شدن دو فرماندهشان به نامهای جلال الدین خراسانی و عبدالبصیر اسیر و به ولسوالی راغستان انتقال داده شده بودند. این منبع مدعی شد که طالبان در راغستان اعضای جبهه مقاومت را به دو دسته تقسیم کرده که 12 نفر آن را تیرباران و مسله کرده، اما 5 نفر دیگر زنده به فیض آباد انتقال دادند. یک منبع دیگر گفت که طالبان پس از کشتن نیروهای جبهه مقاومت، اجساد آنان را در یک چاه معدن طلای متروک که پر از آب و گل بوده انداخته است. با گفته منابع، با آنکه یک هفته از تیرباران اعضای جبهه مقاومت می‌گذرد، طالبان به بستگان آنان اجازه ندادند تا اجساد را از چاه بیرون و دفن کنند. منابع به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که در میان افراد کشته شده یک کودک 14 ساله به نام حلال الدین فرزند جلال الدین خراسانی نیست به دست می رسد و پس از بازجویی به قتل رسیده است. مولوی ضیاءالدین ولسوال طالبان برای ولسوالی خواخان کشته شدن 10 نفر از اعضای جبهه مقاومت را تایید می کند. به گفته او، چگونگی کشته شدن این افراد روشن نیست. او هم می پذیرد که اعضای طالبان اجساد کشته شده ها را به چاه انداختند. طالبان پیش از این هم در بدخشان و پنجشیر متهم به کشتار اسیران شدند. بدخشان در کنار پنجشیر از ولایت هایی است که در بخش های آن طالبان با مخالفان مسلح خود درگیرند. این در حالی است که درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت ملی در پنجشیر، بغلان، تخار و تخار نیز افزایش یافته است که تلفات سنگین همواره بر دو طرف درگیر وارد می کند. اخیراً نیز فرمانده عبدالحمید مجاهد توسط طالبان در بدخشان تیرباران شد. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشین.